سلام، در این ویدیو قصد دارم که آموزش بدم که چطور میتونیم به صفحه یوتیوبمون یک سکشن از پلیلیستی که درست کردیم اضافه کنیم. پلیلیست منظورمون چی هست؟ خب همونطور که میبینید این صفحه اصلی کانال منه که اینجا آدرس URL کانال من هستش و من وقتی وارد این صفحه میشم یا هر کسی که میخواد وارد کانال من بشه اولین صفحه‌ای که این میبینه این صفحه هوم من هستش. توی هوم یه سری قسمت ها اومده مشخص شده، مثلا اینجا ویدیوهایی که به تازگی آپلود شدن رو مشخص کرده و این در واقع پلیلیست آپلودز هست که اگر شما روی این پلی اول کلیک کنید تمام ویدیوهایی که به تازگی آپلود شده رو شروع میکنه به ترتیب پخش کردم. من میام پایین تر و اینجا یک پلیلیست دیگه وجود داره به اسم پلیلیست وردپرس. توی پلیلیست وردپرس ویدیوهای وجود داره که مرتبط با موضوع وردپرس هستن، آموزش وردپرس هستن و من خودم در زمان آپلود ویدیو مشخص کردم که این ویدیوها رو توی پلیلیست وردپرس قرار بده و همینطور در مورد این پلیلیست سیسکو هم همینطور. البته خب میتونن ویدیوها مثلا بعضیاشون هست اون چیزی که من ایجاد کردم نباشن، یعنی ویدیوهای خود من نباشن، ولی من توی پلیلیستم چون احساس کردم که نیازه جا داده باشم. و این قسمت شورتس هم که جدیدن یوتیوب اضافه کرده و میاد ویدیوهایی که خیلی تایم کوتاهی دارن زیر یک دقیقه عمدتاً اونا رو تحت عنوان پلیلیستی به اسم شورتس یا کوتاه‌ها به صورت خودکار ذخیره میکنه که من میتونم تعیین کنم که تو صفحه اصلی هومم نمایش داده بشه یا نشه. قسمت فیوچرت هم که قبلا توی ویدیوی دیگه آموزش دادیم که ما میتونیم یه سری کانالای همکارمون رو فیوچرت کنیم و اونا هم ما رو فیوچرت کنن که از این طریق بتونیم بازدید کننده هامون رو با هم تبادل کنیم و تبلیغی برای هر دو سمت باشه و خب رایگان هم هست دیگه، یعنی یه نوع تبلیغی که رایگان هست و باعث میشه که کانال یوتیوب شما بازدید کننده هاش بیشتر بشن سریعتر. و همینطور توی اون ویدیو توضیح دادم که خود من مهم نیست سابسکرایبر کانال شما چند نفر هستش، اگر درخواست داشته باشید و بخواید که این تبادل دو طرفه رو داشته باشین من کاملا پذیرای این موضوع هستم و میپذیرم که با همدیگه تعادل داشته باشیم و همدیگه رو فیچرت کنیم. حالا مبحثی که میخوام توی این ویدیو آموزش بدم، میخوام به یه دونه از این به این صفحه هوم هم در واقع یه دونه سیکشن دیگه اضافه کنم. مثلا من به تازگی اومدم دوره مجازی سازی توی کانال یوتیوبم منتشر کردم و میخوام حالا این دوره مجازی سازی رو ویدیوهای مرتبطش رو اینجا مثل وردپرس و سیسکو یک سیکشن براش داشته باشم. پس اولین کاری که میکنم روی کاستومایز چنل کلیک میکنم، وارد صفحه مدیریت کانال یوتیوب من میشه و یه چند لحظه صبر میکنم تا لود بشه. خب لود شد و حالا میام اینجا توی قسمت فیچرد سیکشنز اومده این سیکشن هایی که ما اون طرف دیدیم و دونه دونه نمایش داده. خب من میام و اینجا یه دونه اد سیکشن کلیک میکنم و گزینه که انتخاب میکنم از بین این همه گزینه که داریم گزینه کریتد پلیلیست رو انتخاب میکنم، یعنی پلیلیست هایی که از قبل درست شده. این گزینه رو که انتخاب کردم میام و در واقع اون رو میذارم میکشم بالا، با این دستگیره به راحتی میتونم جایگزینش کنم، یعنی در واقع بالا پایینش کنم. و به این صورت این بالا قرارش بدم.
کاری که این سیکشن برای من میکنه میاد جدیدترین پلیلیست های من و همش رو تو اون صفحه اول به هر کس که بازدید کننده هوم من هست نشون میده. اگه بخوام یه پلیلیست تکی اد کنم، اینجا باید گزینه سینگل پلیلیست رو انتخاب کنم. وقتی که پلیلیست تکی میخوایم اد کنیم، یعنی اون پلیلیستی که از همه برای ما مهمتره، که حالا توی مورد من پلیلیست مجازی سازی هست که میخواستم اون رو آموزش بدم، پس اینو انتخاب میکنم و با این دستگیره میارمش بالا. پس تا الان دو نوع پلیلیست گذاشتن رو توی صفحه هم آموزش دیدیم، که خیلی باعث میشه که ویدیوهایی که کانالمون بازدید بیشتری بخوره و خیلی بیشتر دیده بشه و خیلی کار خوبی هستش. بعد که این کار رو انجام دادید، ترتیبش رو مشخص کردید، روی دکمه پابلش کلیک میکنید و این قضیه تو کانالتون اعمال میشه و از حالا نفر جدیدی که میاد تو کانالتون با ترتیبی که الان شما به صورت جدید تعیین کردید مواجه خواهد شد. ببینیم که تنظیمات اعمال شده یا نه. بله، میبینید که اینجا created playlist داره و پلیلیست های پرطرفدار من رو نشون داده، اون پلیلیست هایی که از همه بازدیدشون بیشتر بوده و این قسمت، این پلیلیست مجازی سازی که من به تازگی اضافه کردم وجود داره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.